تو این صدای پرتنی سیلی مرگ تو ببین، تو چشمای پر از یقین سیلی مرگ تو ببین، تو این صدای پرتنی سیلی مرگ تو ببین. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دلدار باش. ولی به اسم اعظم خدا قسم، اگر من معلم اراده کنم میتونم مملکت رو فلج کنم. ای خواهران خوبم، در شهرهای دلتنگ تا ساعت حقیقت، تا لحظه خلاصی از درد بیپناهی، تا روز دادخواهی دیگر نمانده را. تا ساعت حقیقت، تا لحظه خلاصی از درد بیپناهی، تا روز دادخواهی دیگر نمانده را. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میانان عزیز و ارجمندم. سلام بر ایران، زادگاه بهترین و بدترین فرزندان خداوند. بهترین ها در صحنه تاریخ هم. آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنه، هم میهنانم به این صحنه نگاه کنید. مسابقات المپیک زمستانه مراسم افتتاحش برگزار شد در کره. جالب، آقای دونالد ترامپ در کنار کیم یون اون وارد استادیوم شدند با همدیگه و 35,000 تماشاچی در استادیوم حیرت زده با اونها نگاه میکردند و اونا با هم دست دادند. اینا بدلهای رهبران دو کشور متخاصم بودن، مردم میگن با اونا سلفی میگیرن. در نهایت ماموران ریختن و این دو بدل رو از استادیوم اخراج کردن. این صحنه بود خیلی به نظرم جذاب در مراسم گشایش المپیک زمستانه. حضور خواهر رهبر کره شمالی هم در این مراسم به نظرم فوق‌العاده بوده، نشون میده که دنیا داره تغییر روحیه میده، دنیا داره تغییر پیدا میکنه. این یکی گزارش آمده بود در ناشیه دی ولت درباره وضعیت شهرهای کوچک در اروپا. یکی نمونه بمبر که روز گذشته تو گزارش دادم به شما، از تراپ در نزدیکی پاریس، 30 کیلومتری پاریس، 29,000 نفر جمعیت، 67 جنگجو فقط به داعش پیشکش کرده بود. و این شهر بمبر یک شهر دانشگاهی ساکت آرام که ناگهان هزارها پناهجو وارد اون شهر آرام و مسالمت جو شدن و آرامش را از این شهر گرفتند. اغلب زبان بلد نیستند، مردم دچار ترس و وحشتند، جنایت در این شهر رو به افزایش. در چندین مورد بنابر شکایت اسقف کلیسای کاتولیک، پناهجویانی که از سوریه و از کشورهای خاورمیانه آمده بودند، ایرانی ها نیستم درش، یادتون باشه ایران مستثناست، حمله کردند به مسیحیان، حمله کردند به نهادهای مسیحی. شهر آرام قدیمی و کهنساله،
یعنی خاورمیانه با تمام مصائب و مشکلات و دردها و رنجها و عقده های کهنه و مزمنش به بسیاری از شهرهای اروپا نقل مکان کرد، آرامش رو گرفته. این تصویرها رو به شما نشون دادم تا ببینید پیش از این مردم این شهر چطور زندگی میکردن و حالا وقتی هوا تاریک میشه مردم از خانه ها بیرون نمیرن. دولت حدود 150 آپارتمان رو فقط برای خانواده های پناهجو اجاره کرده، به اضافه که چندین مرکز از جمله بخشی از دانشگاه رو به اونها اختصاص دادن. کلیسا خیلی کمک کرده برای اینکه خوابگاه برای اونها ایجاد کنه. امروز جمعه است همین، با کی هستیم؟ با آقای دایی عزیز، حسن دایی، یکی از پژوهشگران با شرف ماست و در کنتیکت زندگی میکنه. آقای دایی یه گزارش می‌خواستم بگم، هموطنان از ایران زنگ میزنن میگن آقا این ماجرای رضا زراب چی شد، چرا متوقف شد، چرا شما راضی به چی نمیگید؟ اون روز دیگه از آقای دایی خواستم در رادیو در این باره توضیح بدن، امروز هم حتما از ایشون میخوام ببینم، چون پرونده رو آقای دایی پیگیری میکنه. درود بر آقای دایی. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه هموطنان عزیز. دربار شما. در برنامه امروز سارا ایرانی عزیز هم با ماست، گزارش های سارا ایرانی رو خواهیم شنید، ژورنالیست. خب آقای دایی، اولا قبل از اینکه به نکته دیگری بپردازیم، از دادگاه زراب چه خبر؟ آخرین اطلاعات در این زمینه چیست و ماجرای پولشویی؟ عرض کنم که دادگاه آقای زراب خب تمام شد، یعنی در حدود یک ماه پیش، یک ماه و چند روز پیش، فکر کنم سوم یا چهارم ژانویه، از 9 تا متهم داشت این دادگاه، 2 تاشون در اینجا هستن، یعنی آقای زراب و آتیلا رئیس بانک هالک، بانک دولتی ترکیه، بقیه 7 نفر در ترکیه که نیستن اینجا. آقای آتیلا مجرم شناخته شد، 4 تا از 5 جرمی که بهش متهم شده بود رو دادگاه تایید کرد که ایشون مجرمه، در انتظار رأی دادگاه هستیم برای اینکه به چقدر محکوم بشه. رضا زراب چون با همکاری میکنه با داستانی، با قوه قضاییه، ایشون فعلا باید ببینیم که چه سرنوشتی برای ایشون تعیین میکنن، چون معمولا وقتی که معامله میکنن و همکاری میکنن از اون حکمی که باید برای ایشون داده میشد خیلی کم خواهد شد. ایشون اگه واقعا همکاری نمیکرد و دستگیرش کرده بودن، تا آخر عمرش رو باید در زندان میگذرون به خاطر نقض تحریم ها و پولشویی. آقای آتیلا به پولشویی، به نقض تحریم علیه جمهوری اسلامی، تقلب بانکی و غیره محکوم شده. حالا چه خواهد شد؟ رضا زراب به زندان برگشته، چون در دوران دادگاه و حتی چند ماه قبلش در یه جای نامعلومی بود، به زندان برگشته، در زندان در سلول هستش تا سرنوشتش مشخص بشه. نکته مهمی که حالا اتفاق خواهد افتاد، یکی این که چه مجازاتی، چه جریمه‌ای رو خزانه داری آمریکا و داستانی نیویورک میتونه تعیین بکنه برای بانک هالک، بسیار مهمه، و نهادهای دیگری که در ترکیه در این پرونده پولشویی، نقض تحریم‌ها، تقلبات بانکی و غیره سهیم بودن، ببینیم چه جریمه تعیین میکنه. بسیار مهمه در شرایطی که روابط آمریکا با ترکیه بسیار تیره است، دچار تحولات خیلی زیادیه به خاطر مسائل سوریه و یکم به خاطر رفتار خود اردوغان، رفتارهای دیکتاتوری که در داخل کشورش میکنه، روابط ترکیه با اروپا و با آمریکا خیلی تیره شده. ولی مهمتر از همه اینه که الان در سوریه به طور مشخص داره اردوغان با کسانی میجنگه، یعنی با کردهای سوریه‌ای میجنگه که تحت حمایت آمریکا هستن. حتی در بمباران چند روز پیش آمریکا علیه مواضع بشار اسد، حتی گفته میشه در یه نقاطی هم بعضی از نیروهای ترکیه هم بودن، ولی درگیری بالا گرفته، کلی از کردها رو کشته اردوغان و این بسیار تشنج آفرینه. حالا اگه جریمه بانک هالک بیاد وسط و جریمه ترکیه، دولت ترکیه هم بیاد وسط، که خب خیلی بدتر خواهد شد. خیلی مهمه، نمیتونم تحریم نکنه، نمیتونم جریمه نکنه آمریکا، چون بانکایی که کمتر از این تقلب کرده بودن در اروپا جریمه های میلیاردی دادن، بنابراین باید جریمه بشه. این دوتا. سومی که یه مقداری خب
بخشی از اطلاعاتی که در جریان دادگاه بود این باید جمع‌بندی بشه در اختیار هموطنان قرار بگیره، بخشیش هم احتمالاً بیرون خواهد اومد. مرتباً میگن خیلی از اسناد و مدارکی که محرمانه بود به خاطر دادگاه از این به بعد ممکنه منتشر بشه. امیدواریم که همچی چیزی بشه. تا اونجایی که به آمریکا مربوط میشه، شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی براش خیلی مهمه و مهم بوده اینها رو کشف بکنه، بدون ببینه چطور اینها این پولا رو انتقال میدادن، چه در ترکیه چه از طریق چین و هنگ کنگ و کره و اینها به بانک‌های ترکیه، چطور اینها رو این پولها رو با چه تقلباتی تبدیل به طلا و غیره میکردن، به دبی میفرستادن، در دبی چه شبکه‌هایی بودن، بعد دوباره این پولی که پاک میشده، یعنی چجوری این پولی که از طریق طلا به دست میومده دوباره وارد سیستم بانکی بین‌المللی میکردن. برای آمریکا در شرایطی که میخواد سیستم‌های مالی کمک به حماس و حزب الله رو ببنده، این مسئله بسیار مهمه. حجم معاملات هم خدمتتون بگم که فقط یک کانال اصلیش یعنی بانک هالک در عرض دو سال خورده ای 13 میلیارد دلار بوده، 13 میلیارد دلار، و کانال‌های دیگه هم بوده. یعنی یک جوان 30 ساله بیش از 13 میلیارد از یک طریق فقط این پولشویی میکرده برای جمهوری اسلامی. آنچه بیش از همه مهمه برای ما ایرانی‌ها اینه که این دادگاه نشون میده. خب ما در موارد دیگه هم دیدیم اینکه جمهوری اسلامی در حالی که مردم ایران در فقر و فلاکتن خرج لبنان و سوریه و غیره جا میکنه، ولی این پرونده به طور خاص اگه کسی خوب نگاه کنه به عمق به اصطلاح بی پرنسیبی مسئولین جمهوری اسلامی که ذره‌ای برای منافع ملی ایران ارزش قائل نیستن پی میبره. یعنی شما تصور بکنید اینها برای اینکه بتونن یه نفت و گاز یه مقداری به ترکیه میفروختن، وارد بانک هالک میشده و بانکهای دیگه از طریق بانکهای دیگه، این یه بخش ماجرا بوده. بخش دوم بوده که یک سری پولهایی رو هم که اینا میخواستن وارد سیستم بانک مالی جهان بکنن و از طریق ایران میفرستن برای زراب، این رو دوباره وارد سیستم بانکی ترکیه میکرده و بعد بانکهای جهانی. بعد نفت رو فکر کنید، نفتی که تحت تحریم بوده بعد یه حد معینی چه ترکیه چه کره چه ژاپن و چین و اینها یه حد معینی بعد می‌خریدن، پول‌های اینها بعد بلوکه می‌شده برای خرید غذا دارویی و اینها. اینا برای اینکه بتونن اینو بشکنن، اولا ببینید چطور سرمایه ملت به باد می‌افته. حالا اینکه چطور اینها نفت رو کلاً استخراج می‌کنن بدون اینکه به چاه‌ها برسن دارن نابود می‌کنن، این خودش یه بحثه. بعد به اون طور وحشیانه یا به گفته خودشون غیر صیانتی نفت رو که استخراج میکردن این رو به حراج به ثمن بخس میدادن دست دلالانشون که یکیش بابک زنجانی بوده که اینو در بازار جهانی زیر قیمت بفروشن. این میرفته چین و ژاپن و کره یا هر جا دیگه، حالا بعد این پول انتقال بدن. این پول تا از اونجا به ترکیه برسه کلی حق حساب بهش وارد میشده. وارد ترکیه که میشده اونجا باید حق حساب میدادن که چطور این پول خارج بشه. بعد طلایی که میخواستن بخرن که این پول رو به طلا بکنن، یه بخش مهمیش برای خرید طلا باید حق حساب میدادن. بعد اینا رو جمع میکردن میرسن دبی، دوباره باید طلا فروش میرفته، دوباره اون پول ها وارد سیستم بانکی میشه. یعنی ده دست این پول ها باید میچرخیده. نفتی که اون موقع مثلا بگیم حالا 50 دلار بوده، آخرش شاید 20 دلار گیرش می اومده. این وسط تازه اگر جان سالم به در می برد این پول، یعنی کل مطلب رو نه بابک زنجانی می خورد، نه رضا زراب می خورد، نه دوستان و رفقاش و برادران قاچاقچی سپاهی. یعنی این پرونده رو که آدم دنبال میکنه میبینه که چجور سرمایه های مملکت رو اینا به باد دادن. اسمش هم این بوده که چرا اسرائیل بمب داره یا نیروی هسته‌ای داره ما نداریم؟ تام تو خارج کسی حرف می‌زده حق مسلح ما. ای شما می‌خواد جنگ را بندازی؟ شما طرفدار نتانیاهویی؟ ببینید چجوری مملکت رو نابود کردن. امیدوارم که این اسناد دادگاه به طور کامل منتشر بشه، به خصوص در اون یه هفته‌ای که زراب گزارش داد و شهادت داد روی تخته کشید چجوری این پول‌ها رو به اصطلاح این طرف و اون طرف میگردن که خودش فقط از طریق فقط همون بانک هالک
و اون 13 میلیاردی که بوده مینیمم حداقل 150 میلیون یورو، 150 میلیون یورو این آقا یه نفره حق حساب گرفته. خود اون مسئول بانک و دوستانش 50 میلیون. ببینید چه پولایی بوده. امیدوارم که اینها منتشر بشه، به خصوص الان که بازنشستگان ما، کارگران حقوق نگرفته ما، نمیدونم معلمان ما، مال باختگان در خیابان هستن، ببینن که این جمهوری اسلامی با مال این مملکت، با سرمایه های مملکت چه کرده و چه میکنه. یکی از شهود دادگاه از ترکیه آمده و پلیس، افسر پلیس، به طور تصادفی بازرسی میکردن از خونه مسئولان سابق بانک هالک، بعد توی زیرزمین میبینن که بسته های اسکناس چیده شدن و از بسته های اسکناس همین هست که باید بدن به مقامات ترکیه، باید به عنوان رشوه گزارش میدن. واقعا تکون دهنده است همینطور که آقای دایی میگن، 50 میلیون دلار رشوه، با 50 میلیون یا 150 میلیون یورویی که آقای رضا زراب برده، فکر کنید چه کارهایی که تو ایران نمیشد کرد. آره، ولی جمعا ما نمیدونیم چقدر اینا پول شسته شده. فقط یه قلمش رو میدونیم 13 میلیارد دلار بوده، نیست؟ یه کانال 13 میلیارد بوده. اون میزان از پولایی که از چین و کره اینا میرفته هنوز حجمش مشخص نیست، از آسیای مرکزی حجمش مشخص نیست. یه بخش مهمش بوده پولایی که 4 تا بانک از ایران نقده میفرستادن ترکیه، این پولا بعد وارد سیستم بانکی میشده و بعد وارد بانک‌های بین‌المللی میشده برای خریدایی که داشتن. این وسط میگن بین 20 تا 25% برخی از این انتقال‌ها حق حساب داده میشده. اون اصلا مشخص نیست چه میزان اینا این پولا رو فرستادن، اصلا غیر قابل تصور، هیچ حساب کتابی نیست. و این دولت جمهوری اسلامی یک لحظه اصلا احساس نمی‌کنه که باید به مردم ایران پاسخ بده، چرا پاسخگویی نمیکنن که بیان بگن آقا چه حجمی بوده. ما بعد در خلال بحثایی که هست، عرضم کردم در جریان دادگاه خدمتتون گفتم دادگاه نمیاد همه چیز رو لاغت برای مردم ایران که افشا بکنه، قصد دادگاه افشاگری نیست. در دادگاه اون قسمت های بیان خواهد شد که برای پرونده لازمه، برای محکوم کردن لازمه، بخش دیگرش رو باید رفت دنبال کرد به دست آورد و ببینیم. ولی ده ها میلیارد بوده، عرض کردم خدمتتون هفته پیش که این عکس مثلا تو عکسایی که تو سلفونشه، عکسای رضا زراب با پالت پول نقد 100 دلاری، همه 100 دلاری، پالت که اصلا معلومه چقدر پوله. عکسایی بوده که برای پوز دادن رو تلفنش بوده، اینا رو موقع دستگیریش گرفتن ازش. یه چیز واقعا یه داستان عجیب و غریبه که در این حکومت داره اتفاق میفته. تشکر میکنم آقای دایی عزیز. آقای راجب پولشویی قراری که تصمیماتی گرفتهش در چند روز آینده، متاسفانه از کشور ما به عنوان کشور شماره یک در پولشویی یاد میشه. چه اطلاعی داریم؟ گفتم که ببینید تحریم‌های بانکی که خب دلیل جمهوری اسلامی سفت و سخت از جانب آمریکا هست، تحریم دلاری و نمیتونن در سیستم بانکی آمریکا کار کنن. این خودش به اضافه تحریم های دیگری هم که هر مانع این شده که بانک های بین المللی بتونن راحت با جمهوری اسلامی معامله کنن. یکی از مسائلش تو همین مسئله پولشویی دادگاه زراب هم دیدیم اینه که ببینید یک بانکی بیاد در اروپا بیاد معامله بکنه، سر یه معامله رو فایننس بکنه بین یه کمپانی اروپایی مثلا و یه نهادی در ایران. خب اگه بعدا معلوم بشه که این نهادی که در ایرانه با سپاه پاسدارانه یا در کارهای غیرقانونی دیگه بوده یا در تحریم بوده، اون بانک اروپایی جریمه خواهد شد. جریمه های سنگین. بانک بی ام پی فرانسه نزدیک 10 میلیارد دلار جریمه داد. بانک دویچه بانک فکر کنم 1 میلیارد خورده جریمه داد. خب درست؟ این نهادی هست، نهاد مبارزه با پولشویی، FATF، Financial Action Task Force. این یه نهادیه که برای بانک ها مرجعه. این نهاد دو تا کشور رو در لیست کشورهای متهم به پولشویی قرار داده، یعنی تو لیست سیاهش دو تا کشوره، یکیش کره شمالیه، یکیش هم افتخارش رسیده به جمهوری اسلامی، اینو آوردن تو لیست. روحانی اومد
چند سال پیش که اومد و می‌خواستیم بانک‌ها بتونن معامله کنن، قول داد که ما بیا با هم همکاری کنیم با این نهاد، ما میام یه برنامه کار اقدامی مشخص می‌کنیم که ما این کارا رو بکنیم که شما بعد از مثلا یه سال دو سال بیاد بگید باشه ما این اقدام‌ها رو کردیم، ما رو از لیست دارید. سال گذشته این نهاد اومد گفتش که داره این کارهاشو ادامه میده دولت روحانی، بنابراین ما اون تحریم‌ها رو، تحریم‌هایی که بوده علیه بانک‌های ایران رو معلق می‌کنیم در لیست، اما نگرش می‌داریم، به بانک‌ها هم اختیار می‌دیم که هر معامله می‌خوام بخواید خودتون باید تصمیم بگیرید با کیه، خودتون برید تحقیق کنید. بنابراین روز زمین و هوا نگرش داشت. قراره که 10 روز دیگه فکر کنم حدود 20 ماه فوریه جلسه اصلی سالانه‌اش تصمیم بگیرن که آیا جمهوری اسلامی رو از لیست در بیارن یا نه، آیا این تعلیق‌ها رو ادامه بدن یا نه. اثراتش بسیار مهمه در شرایط کنونی، در شرایطی که بعد از جنبش مردم بوده در ایران، در شرایطی که تحریم‌های آمریکا هنوز سر جاشه و در شرایطی که ممکنه برجام اصلا کلا به هم بخوره، تهدیدات آقای ترامپ، این تصمیم گیری 10 روز آینده بسیار مهمه. لابی شروع شده، اروپایی‌ها میگن برداریم، فشار دارن میارن، دولت آقای ترامپ نمیخواد اینو بر رصد بکنه. نکته آخرم اینه که در این مورد دولت روحانی قولایی که داده بوده رو انجام نداده. دولت روحانی گفته بوده که مثلا بخش سپاه پاسداران یا نهادهای غیر شفاف رو از سیستم بانکی ما پاک خواهیم کرد. هیچ کدوم این کارا رو نمیتونه انجام بده. اصلا قدرت نداره. یعنی فشاری که بقیه کشورهای اروپایی میارن که آقا سیستم بانک جمهوری اسلامی پاک شده و اینها، برای داد و ستده، برای معامله است. واقعی نیست. یعنی در دنیای واقعی این کارهایی که روحانی قول داده نمیتونه هم بکنه. یک کلام اگه سوال بکنن که این چند میلیون حساب بانکی که در ایران غیر شفافه اینا مال چیه؟ اصلا سیستم بانکی جمهوری اسلامی در آستانه ورشکستگیه. بنابراین به اعتقاد من فکر میکنم که تعلیق ها رو بخشش ادامه بدن، ولی جمهوری اسلامی رو در لیست سیاه نگه بدارن. این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی به اعتقاد من نیست. تشکر میکنم آقای دایی عزیز. آقای دایی یه گزارش تصویری هم دارن، گزارش مستند. آقای دایی توضیح بدید در بارش. ببینید از روزی که جنبش شروع شد، خب این دوستداران جمهوری اسلامی در خارج خیلی اقدامات کردن که اینو کاهش بدن، اثرات سیاسیشو در خارج. یه نظرسنجی درست کردن که خیلی سرصدا کرده، هفته پیش اشاره کردم. من خواستم هموطنان با این نظرسنجی آشنا بشن، نه به قصد اینکه این نظرسنجی دروغی که میسازن، اینا که بارها دیدیم و صحبت کردیم، میخوام فقط اینو ببینم به خاطر دو چیز. یکی اینکه ببینن اصلا ساخت این نظرسنجی و تبلیغش در واشنگتن و در رسانه‌های ایران، این دقیقا نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی ضربه خورده از این خیزش مردم که این کارا رو داره میکنه. و مهمتر از همه ببینید یه مرزهایی رو اینا پشت سر میدن. حالا دروغ گفتن که مردم ایران 95% میگن رژیم باید باقی بمونه و طرفدار تغییر رژیم نیستیم و 68% عاشق برنامه موشکی، این حرفای که همیشه میزنن. اما توی این نظرسنجی اومدن گفتن از مردم پرسیدیم آقا مثلا نیروهای انتظامی یعنی بسیج و اینها که مردم رو سرکوب کردن تظاهرات نظرتون چیه؟ گفتن خیلی خوب بوده. 70% گفتن خیلی خوب بوده بر خودشون. پرسیدیم با اینا که تو تظاهر کنندگان بودن چی کار کنیم؟ 80% 67% گفتن نه من اگه اومدن نه شعار فلان جدان زندانشون کنیم. ببینید یعنی درخواست سرکوب مردم، بعد اینو بیارید شما در واشنگتن تو مؤسسه معتبر آتلانتیک نشون بدید، در حضور کارشناسا، واشنگتن پست مقاله بنویسه براش تبلیغ کنید که اکثریت مردم ایران گفتن تظاهر کنندگان رو سرکوب کنید، مجازات کنید. آخه من نمیدونم فرق، ببخشید، فرق احمد خاتمی که میاد نماز جمعه میگه اینا رو اعدام کنید با اینا کیه که تو واشنگتن میشه. من خواستم این میزان از وقاحت اینها رو ببینیم با هم، ببینیم در واشنگتن چه میگذره. عوض شاید این نظرسنجی که ایسپا انجام داده بود، بنگاه افکار سنجی در تهران، مضرب دانشجویان که نهاد رسمی دولتی است و نتایجش حتی برای آقای روحانی هم بازخوانی کردن در یک کنفرانسی، در این نظرسنجی تاکید شده بود که اکثریت مردم ناراضی هن از وضعیت بود، از نحوه اداره مملکت ناراضی هن و امروز هم شنیدم که دو تن از مدیران این نهاد رو دستگیر کردن، بازداشت کردن، بعض از
انتشار نتایج نظرسنجی خودشون. درسته، این نظرسنجی که دولت روحانی منتشر کرده، تازه چقدرش اون میتونه دروغ باشه، خیلی بهتر از این نظرسنجی دروغ باشه تو منشر کردن. بسیار بهتر، بسیار. و سوالی که شده مثلا شما رو کسانی که ناراضی بودن از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در سوریه و فلسطین، نارضایی مردم از وضع اقتصادی، از وضع معیشت خودشون، نارضایی از خود حکومت، از بی‌عدالتی، خیلی جالب. و اظهاراتی که بعد از اون، اما جالب اینه که آقای دایی شکاف عظیمی افتاده بین مقامات کلیدی جمهوری اسلامی از سر وضعیت موجود، همه که اظهار نگرانی میکنن، اظهار ناراحتی. حتی آقای احمد جنتی معتقده که یه انقلاب دیگه در راهه همین روزها، یعنی در اظهار نگرانی میکنه. و آیت الله هایی که به شدت از نبود عدالت دم میزنن یا از مردم طرفداری میکنه، حتی گفته میشه این سکوتی هم که سپاه پاسداران الان داره به خاطر میخواد به شکل به طور تلویحی بگه داره پیام مردم رو دریافت میکنه. آی دایی؟ بله بله. آی دایی؟ بله در خدمتتون. بله. خب از بازار عبور میکنیم، گزارش آقای دایی رو تا لحظات دیگر همیانانم خواهیم شنود، بعد در همین منزل با سارا خانم ایرانی هم خواهیم بود. گزارش سارا خانم، کریم سجادپور خوبی که از تحلیلگران برجسته است در اندیشکده های ایالات متحده آمریکا، خیلی معروفه، در رسانه های مختلف ظاهر میشه، چون بچه آمریکاست، در اینجا به دنیا آمده، پدرش پزشک، میگه آقا خاطر شما از انقلاب چی؟ میگه پدر من فارغ التحصیل رشته پزشکی شد، رفت ایران، خمینی گرفت اون رو اعدام کرد. خمینی از دور من میتونم از آمریکا قبر خمینی رو ببینم، این بارگاه آرامگاه خمینی رو، ولی نمیدونم پدر منو کجا اون خاک کرد. برمیگرد. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی در تمام لس آنجلس، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99، معتبر، برا. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. هم
هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم میتوانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه‌های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. چی شده؟ 011 میخونی؟ چرا که نه؟ 011 بهترین کوالیتی تماس به ایران رو بهت میده. 28 سال سابقه داره. تازه هر 6 ماه یک ماه بهت سرویس رایگان میده. آفرین، دیگه چی؟ اگه اینترنت داشته باشی با 011 میتونی با ماهی فقط $14.99 به همه جای آمریکا و کانادا و 50 تا کشور دیگه آنلیمیتد تلفن بزنی. پول دستگاه و نصب و شیپینگ هم نمیگیرن. شماره تلفنت هم عوض نمیکنی. یه ماهش هم رایگانه. هر نفرم که معرفی کنی $20 کردیت میگیری. اینم وبسایتشونه 011vip.com. One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون. آفرین آفرین. شمارهشون چنده؟ 888-955-7555 به همه بگویید برنج سحر همتا ندارد. برنج سحر به بازار آمد. برنج اعلی و خوشتم در دونو. برنج باسمتی و پربولد. پخش از شرکت دی ام لیورمور در شمال کالیفرنیا. 510-441-05-85 و شرکت شبنم در جنوب کالیفرنیا 949-226-10-75. گشایش دفتر وکالت نادیا فرح را در جنوب کالیفرنیا به آگاهی می‌رسانیم. نادیا فرح وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، فدرال و دیوان عالی، کارشناس رسمی و متخصص ویژه امور مهاجرت، اقامت دائم، تابعیت، پناهندگی و اخذ انواع ویزا با 25 سال سابقه درخشان کار حقوقی. نادیا فرح مدافع شما در دادگاه‌های مهاجرت برای جلوگیری از اخراج از آمریکا و تمامی دعاوی حقوقی اداره مهاجرت در دیوان عالی میباشد و برای پناهندگی و اخذ اقامت قانونی برای افرادی که از طرف شخص یا اشخاص مورد ظلم قرار گرفته و یا نوجوانانی که در آمریکا بی سرپرست ماندند. قبول مشاوره حقوقی به صورت تلفنی یا حضوری فقط با تعیین وقت قبلی با تلفن 818-584-1946. Nine out of ten of our drivers recommend their cars. Now their words are part of our very fabric. The 2017 Mitsubishi Outlander and Outlander Sport. Lease a 2017 Outlander for only $149 per month, or lease a 2017 Outlander Sport now for the incredibly low price of $99 per month. یک قاعده کلی و تغییرناپذیر در واشنگتن وجود دارد که هر زمان جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار می‌گیرد و موجودیت یا منافعش در خطر است، ده ها روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران و لشکری از دلالان تجاری و سیاسی به صحنه می‌آیند تا از رژیم حاکم بر کشورمان دفاع کنند. خیزش مردم در دیما که هنوز خاموش نشده است، ضربه اساسی به رژیم و اعتبارش در خارج از کشور بود. این جنبش سراسری که در بیش از 130 شهر ایران جریان داشت
و شعار اصلیش مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی بود و شکستگی کامل اقتصادی رژیم و تضاد عمیق بین مردم با نظام و همچنین بی‌ثباتی و شکنندگی رژیم را در معرض دید جهانیان قرار داد. از این رو شبکه لابی رژیم و دلالان وابسته به آن در خارج برای مخدوش جلوه دادن جنبش مردم و کاستن از تبعات سیاسی آن به طور دست جمعی وارد صحنه شدند. مهمترین اقدام رژیم و لابیش در این زمینه تولید و ارائه یک نظرسنجی جعلی و ساختگی است که با نظارت نهادهای امنیتی در تهران تهیه شده و در واشنگتن و در رسانه‌های مهم انتشار یافته است و در داخل کشور نیز رسانه‌های رژیم و شبکه‌های تلویزیونی تبلیغات زیادی پیرامون آن به راه انداختند. تولید نظرسنجی یکی از کارهای مرسوم رژیم و لابیش در خارج است، اما اقدام اخیر یکی از شرم‌آورترین نمونه‌های همدستی بین محافل آمریکایی و مقامات امنیتی رژیم برای سرکوب مردم ایران است. البته دلالان رژیم برای بی‌اعتبار کردن جنبش منتظر نظرسنجی نماندند و از همان ساعت اولیه جنبش در فضای مجازی و در رسانه‌های مهم آمریکا دست به کار شدند و تلاش کردند جنبش را بی اهمیت و بی آینده معرفی کنند. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی که در لندن زندگی می کند در توییت خود جنبش را موج بی‌ریشه‌ای خواند که فرو خواهد نشست. محمد علی شعبانی یکی دیگر از وابستگان رژیم در خارج وعده داد که این نارامی ها هیچ تغییر ایجاد نخواهد کرد. آرش کرمی که در سایت المانیتور کار می کند با طعنه در توییتر گله کرد که چرا وقتی 40 میلیون نفر در انتخابات در ایران شرکت میکنند گفته میشود که انتخابات در ایران مهم نیست، اما وقتی 20 نفر پوستر خامنه ای را پاره میکنند نتیجه گرفته میشود که مردم تغییر رژیم را میخواهند. پیام اصلی لابی رژیم این است که جنبش مردمی سمت و سوی ضد رژیم و براندازی و ساختار شکنانه ندارد و مردم مثل همه کشورها به گرانی و مشکلات اعتراضی دارند و امری عادی است. اسفندیار باتمانقلیش دلال تجاری رژیم جنبش سراسری مردم را یک امر عادی و مشابه تظاهراتی دانست که همه جای دنیا علیه گرانی و مشکلات اقتصادی وجود دارد، مثلا مشابه تظاهراتی است که در مکزیک علیه گرانی بنزین انجام گرفت. حال به نظرسنجی شرم‌آور جدید نگاه کنیم که به بهترین شکل نگرانی رژیم و لابی خارج از کشوریش از جنبش مردم را به نمایش می‌گذارد. این نظرسنجی توسط ابراهیم محسنی از وابستگان جناح راست و نهادهای امنیتی رژیم که در دانشگاه مریلند فعالیت می‌کند و با کمک مؤسسه ایران پول تهیه شده است. مؤسسه ایران پول که در کانادا قرار دارد در ایران تحت نظارت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در شهرهای مختلف شعبه زده و برای پیشبرد اهداف رژیم نظرسنجی درست می‌کند. من در گزارشات متعدد ابراهیم محسنی که مسئول اصلی این نظرسازی هاست و همکاری وی با نهادهای امنیتی رژیم را بازگو کردم. وی نزدیک به 10 سال است مشغول جعل نظرسنجی برای فریب افکار عمومی است و به کمک شبکه لابی رژیم آنها را رسانه‌ای می‌کند. نظرسنجی اخیر به کمک باربارا اسلاوین کارشناس مؤسسه آتلانتیک و از پروپاگورسترین طرفداران رژیم در واشنگتن در جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. رسانه‌های طرفدار مماشات در آمریکا همین نظرسنجی جدید را پوشش دادند و آمار و ارقام جعلی آن را با آب و تاب منتشر کردند. از آنجا که جنبش مردمی موقعیت رژیم در داخل کشور را به شدت تضعیف کرده، رسانه‌های رژیم در داخل نیز این نظرسنجی قلابی را با آب و تاب پوشش خبری دادند تا از این طریق به نیروهای خودی در داخل کشور روحیه بدهند. این نشان می‌دهد که جنبش مردم چقدر رژیم را به وحشت انداخته است و این جنبش چه تأثیر شگرف و چه پیام عمیقی در جامعه داشته که رژیم را به تکابو واداشته است. دانشگاهی در امریکا به نام مریلند، مرکز مطالعاتی امنیتی و بین المللی این دانشگاه نظرسنجی درباره ایران انجام می‌دهد. نظر این نظرسنجی غربی ها را دوچار سردرگمی کرده، به طوری که مؤسسه شورای آتلانتیک میزه گردی برای آن ترتیب میدهد. درباره موضوعات مختلفی از جمله برجام، امریکا، اختشاشات اخیر، بحث موشکی و معیشت از مردم ایران سوالاتی پرسیده می شود و البته نتایج جالبی هم به دست می آید. شرم‌آورترین بخش از این نظرسنجی جدید
این است که گویا اکثریت مردم از سرکوب و زندانی و شکنجه هزاران نفر از تظاهر کنندگان حمایت میکنند. In general, the response of the police is evaluated to be somewhat or very well. You get 24% who say the police was not did not handle the protests well. And when you ask whether they use appropriate amount, too little, too much, you get 64% who say they use appropriate amount of basically force there. 67% مردم گفتند پلیس خوب واکنش نشان داده. از شرکت کنندگان در نظرسنجی پرسیدند که تا چه اندازه موافقند که دولت باید با شدت بیشتری جلوی اختشاشات را بگیرد. 63% گفتند به شدت موافقند که دولت باید با شدت بیشتری اقدام کند. 63% هم گفتند اونها باید سخت مجازات بشن. راجع به اختشاشات از مردم سوال شده که آقا اینهایی که اومدن تو خیابون اعتراض کردند یا اختشاش؟ خب باید چه کار بکنیم باهاشون؟ گفتن که معترضینی که اومدن سوال کردن و اعتراض کردن، شعار دادن نسبت به اسلام و اینها، چه کار کنیم؟ 19.9% گفتن آزاد، 42.3% گفتن بگیر به بند، اما زیاد دیگه سخت بهشون نگیرید تو زندان و اینا، 31% گفتن چرا اتفاقا سخت هم بگیر. کسایی که پرچم آزادی چیکار کنیم؟ 4.3% گفتن آزاد کنید، 30% گفتن سخت بگیرید و ولی خب حالا زندان شدید نه. 62.5% گفتن بله داریم اینجا. 62.5% گفتن هم سخت بگیر بگیر ببند کنید، هم خیلی به اینا زندان بدید سختی بکشن. بله. اونایی که به مردم خسارت زدند رو چیکار کنیم؟ اینا اتفاقا جالب ترین جواب هاشونه. 59.7% گفتن هم باید بازداشت بشن هم زندانی شدید. کسانی که به پلیس حمله کردند، آخرین نمودار از پایین که جمع 64% و 5%، 69% خواهان در واقع برخورد سخت با این افراد بودند. این در حالی که به اعتراف رژیم هزاران نفر در جریان تظاهرات دستگیر و بیش از 30 نفر کشته و چندین نفر در زندان تحت شکنجه به قید رسیدند، آن وقت دلالان و لابی‌های خارج از کشوری رژیم با این نظرسنجی جعلی از سرکوب مردم تعریف و تمجید کرده و خواهان برخورد شدید با تظاهرکنندگان می‌شوند. تفاوت این دلالان با شکنجه‌گران رژیم و روزه‌خوانان نماز جمعه چیست؟ باید خشم مقدس در برابر لیدرهای اختشاش داشته باشید. بایستی در برابر آتش افروزان معرکه، اونها که مردم را تحریک کردن به خیابان، تحریک کردن حوزه را بسوزانن، مسجد را بسوزانن، حسینیه را بسوزانن، سازمان تبلیغات را بسوزانن، شورای هماهنگی تبلیغات را بسوزانند، باید با اینها با قاطعیت علیوار برخورد کنید. در فقه ما آن کس که علیه حاکم عادل اسلامی بریزه به خیابان، بزنه، بکشه، آتش بزنه، باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام است. مهمترین پیام این نظرسازی این است که گویا اکثریت قاطع مردم از نظام دفاع میکنند و خواهان تغییر رژیم نیستند. طبق این نظرسنجی اکثریت قاطع مردم ایران با تغییر ساختار سیاسی کشور مخالفند و فقط 4.9% از پرسش شونده ها معتقدند که نظام سیاسی ایران نیازمند تغییرات اساسیه. کسانی که معتقدند اصل جمهوری اسلامی بایستی تغییر بکند 4.9%، یعنی 95.1% معتقدند که اصل جمهوری اسلامی تغییر نمیخواد. که این عددی بود که من دیدم فضای مجازی این جریان سلطنت طلب و ضد انقلاب منافقین خیلی نسبت بهش واکنش عدد از سطح توقع من هم پایین تر بود. ببینید نظرسنجی هایی که سال 88 انجام شده نشون میداد که یه 3-4% بیشتر از این رقم هست که نسبت به اصل نظام و بنیاد نظام مخالفت وجود داره. بخش های دیگر این نظرسنجی مثل نمونه های قبلی دفاع اکثریت مردم از برنامه موشکی و سیاست های منطقه‌ای رژیم است.
فقط 11.3% سوال شوندگان، پرسش شوندگان فکر میکنن دولت بیش از حد در زندگی خصوصیشون دخالت میکنه. 11.3%، یعنی نزدیک 89% فکر میکنن دولت همین اندازه که داره دخالت میکنه کفایت میکنه. اکثریت هم با همین هاست اتفاقا. من حالا میگم متاسفانه پیداش میکنم. بله شرایط رو بله عادی میدونن. پس ما کم لیبرال نیستیم بالاخره؟ کاری با زندگی خصوصی مردم هم نداریم. بله دیگه این نگاه مردمه. انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و دفاعی کشور هم خیلی طرفدار نداشته و تنها 8.8% گفتن ایران باید هزینه‌های موشکی خودش رو کم بکنه و تنها 17.2% گفتن نقش ایران تو سوریه و عراق همسو و موازی با منافع ملی نیست. یه سوال دیگه هم تو این نظرسنجی بوده، اینکه دولت باید قوانین اسلامی رو با جدیت اجرا بکنه یا خیر، که فقط 21.7% گفتن خیر. بیشتر پرسش شوندگان خواستار این بودند که حمایت ایران نه تنها در عراق و سوریه و لبنان بلکه حتی در یمن بیشتر بشه. یعنی باور دارن نسبت به اسم برده شده حوثی، انصار الله رو گفتن حوثی ها. مردم جواب دادن تا اونجایی که من خاطرم هست، چون الان باید بگردم زیاده، 71% جواب داده بودن از این گروه. این مربوط به باید حمایت ایران بیشتر بشه. بله شد حمایت از یمن هست. بله وقتی مسئول نظرسنجی میگوید از ایرانی ها سوال کردیم به نظر شما چقدر مهم است که کشور شما موشک تولید کند، پاسخ شنید: یک اکثریت 95% گفتند که برایشان مهم است. حدود 60% گفتند که ایران باید تمرکز خود را بر تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه معطوف کند. به نظر شما اگر ترامپ تهدید کند که تحریم های لغو شده آمریکا در چارچوب برجام از نو به مردم ایران تحمیل شود، مگر اینکه تولید موشک‌های پیشرفته را متوقف کنند، ایران چه پاسخی باید بدهد؟ در پاسخ به این سوال 70% گفتند ایران باید خواسته آمریکا را رد کند. در این نظرسنجی سردار قاسم سلیمانی نسبت به گذشته محبوب‌تر شده و حالا 83% مردم ایران نظر مثبتی درباره‌اش دارند. این نظرسنجی جعلی جدید بیش از هر چیز نشانی از وحشت رژیم، از جنبش مردم و تلاش مذبوحانش برای کاهش پیامدهای سیاسی این جنبش در داخل و خارج از کشور است. رژیم با این اقدام تلاش میکند تا پیام اصلی جنبش، یعنی سرنگونی محتوم رژیم به دست مردم ایران را کمرنگ کند. خب امیر شهری گزارش آقای دایی رو. البته بخشی از این نظرسنجی جا مونده بود. 90% مردم خواهان دخالت جمهوری اسلامی در امور ژاپن هستند. 98% معتقدند ایران باید با آمریکا وارد جنگ اتمی بشه. این چهره‌ها هم چقدر چهره‌ها نمی‌شه اجازه بدید اصلا صحبت نکنم، ببخشید. میریم به سراغ سارا خانم ایرانی، همیانان عزیز و ارجمندم، ببینیم که گزارش سارا خانم چیست. حرفای کریم سجادپور خیلی تکان دهنده بود. بکنید پسری که در آمریکا متولد شده، پدرش رفته رشته پزشکی خونده، میره به ایران برای اینکه خدمت بکنه و هموطنانش در اونجا گرفته خمینی رو اعدام کرده. سارا خانم درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی، درود به مهمان برنامه، درود به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه یاران و با سپاس از مهندس شهرتی ارجمند. برای شما ما سرپا گوشیم. آقای میبودی، انتخاب امروز از کریم سجادپور همونطور که فرمودین و بخش هایی از پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالروز 22 بهمنه. کریم سجادپور کارشناس سرشناس مسائل ایران در بنیاد کارنگی که از پرسابقه ترین بنیادهای ایالات متحده امریکاست، به مناسبت سالگرد بازگشت خمینی در 1979 به ایران از خاطره یک ایرانی از این بازگشت می نویسد: پدرم پزشک بود، به ایران بازگشت تا به میهنش خدمت کند. خمینی او را کشت. حال مقبره خمینی از دور دست ها پیداست، ولی من نمی دانم پدرم کجا دفن شده است. و در پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالروز 22 بهمن آمده: ملت بزرگ ایران، پیام دیماه شما بهمن را از اسارت دروغ آزاد کرد.
چرا که وجدان مشترک ما دروغ نمیگوید، چرا که در فرهنگ و در باورهای نیاکان این مرز و بوم دی به معنای دادار و آفریننده از صفات اهورایی ماست. هم میهنانم، یک ماهی از خیزش ملی و دلیرانه شما که همانا بانگ بیداری شما ملت بزرگ ایران بود میگذرد. در دیماه دلاوری، در دیماه بیداری، در دیماه از خودگذشتگی این شما بودید که در چهار گوشه میهن پهناور من به پا خواستید. شمایی که دیروز جگرگوشه تان قادسیه صدام را به کابوس دشمن تبدیل ساخت. شمایی که نور چشمتان در شنزارهای جنوب جاودانه شد. این شما بودید که تبهکارانی که زندگیتان را قربانی بقای نکبتبار خیش کرده اند را در سراشیبی سرنگونی قرار دادید. در طلوع بیداری، در پایان شبی 39 ساله، فرقه تبهکار حاکم می رود تا فجر دروغین خود را به نمایش بگذارد. چرا که در تقویم دروغ پرستی، دروغ فجر و سالگرد خود را دارد. ملت بزرگ ایران، در این سالگرد شوم، درد ایران و ایرانی درد مشترک ماست. درد آنهایی که در دیماه بیداری به خون خفتند درد مشترک ماست. در 39 سالگرد سقوط 57 مراتب همدردی مرا بپذیرید. در این سالگرد شوم تباهی دلهای ما برای ایران میتپد، برای کشوری که خانه و آشیانه ماست، برای مردمی که همه چیز خود را برای دفاع از این آب و خاک دادند و هیچ ندیدند مگر خیانت و دروغ، مگر دزدی در امانت. به فرد فرد شما در خون خفتگان، به شمایی که در شب زمستانی ناباوران نوید بهار و بیداری آفریدید، به شمایی که در خرمشهر نامتان ابدی شد، به شمایی که در نیزارهای مجنون به ابدیت پیوستید، به شمایی که در دل اروندرود، در هویزه و در لابلای مینهای شناور و کابلهای برق جان باختید، به فرفرد شما جانبازان راه میهن و آزادی، به شمایی که به ایمان و به اشک مادرانتان خیانت کردند، به فرفرد شما دلیران ایران، 39 سالگرد تباهی را از صمیم قلب تسلیت میگویم. ملت بزرگ ایران، 39 سال پیش در چنین روزهایی تبهکاران حاکم با دروغ در سرزمینی به قدرت رسیدند که از طلوع تاریخ به اهورایی و پرستش راستی شناخته شده بود. اینان اخلاق را سیاسی کردند، ایمان را فاسد. 14 پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، میهن ما در پرتگاه ورشکستگی آبی و زیست محیطی، فرار مغزها، فساد سازمان یافته و ویرانی میراث ملی و باستانی و سقوط اقشار میلیونی در تنگ دستی و سوء تغذیه دست و پا میزند. کارنامه 39 ساله حکومت اسلامی در ایران هیچ نیست مگر تبهکاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی. 39 سال بدنامی و سرشکستگی در مرزهای تبعید و مهاجرت. 39 سال ذبح مصالح ایران به نفع مصالح نظام و ولایت. 39 سال است که نام ایران نه به فرهنگ بالای این سرزمین که به تبهکاری در سطوح بین المللی شناخته شده است. ملت بزرگ ایران، باید فروپاشی نظام را تصریح و از فروپاشی ایران پیشگیری کنیم. هوشیار باشیم، چرا که تبهکاران از خشم شما به شدت به وحشت افتادند و همچون همیشه در پی فریب و به شکست کشاندن جنبش ملی ایران هستند. متقلب نمیتواند معتمد باشد، نمیتوان به همانهایی که با تقلب و مهندسی انتخاباتی برای خود مشروعیت جعلی دست و پا کردن اعتماد کرد. این با جامعه نوین مدنی ایران است
که سازماندهی هر گونه همه پرسی، انتخابات و رفراندومی را پس از فروپاشی سیاسی نظام و همزمان با مدیریت مرحله گذار بر عهده بگیرد. ملت بزرگ ایران، تفاوت ما با تبهکاران 57 در این است. آنان ایران را ویران کردند تا نظام نکبتمار ولایی خود را بنا نهند. ما تومار تبهکاری ایشان را در هم خواهیم پیچید تا حکومت ایرانی از ایرانی و برای ایرانی بنا کنیم. آنان اقتصاد ایران را ویران، قاچاق، اختلاس و فساد و پولشویی را سامان دادند. ما شبکه های فساد و تبهکاری ایشان را ریشه‌کن و اقتصاد آزاد ایران را بنا خواهیم نهاد. آنان منابع ملی ما را هزینه صدور انقلاب و جنگ و پاکسازی قومی و فرقه‌ای در سرزمین های بیگانه کردند و ما با کار و کوشش زنان و مردان ایران اقتصاد آینده را برای رفاه ایرانی خواهیم ساخت. همیهنانم، در فجر راستین بیداری ملی ایران، در سپید دم فروپاشی ارتجا، در این پگاه رهایی، در بامدادی نو که در دیماه زاده شد و در طلوعی که همزمان شد با غروب نظام، بار دیگر پیمان دیرینه خود را با شما تجدید می کنم. چرا که کابوس ضحاک زمانه شمایید، چرا که وجدان مشترک ما دروغ نمی گوید، چرا که بدون دروغ نظام ضحاک فرو می ریزد. فرایند فروپاشی نظام آغاز شده است. بیاییم تا در راه بازسازی مدنیت نوین ایران و حکومت ایرانی بر ویرانه های ولایت دست اتحاد به سوی یکدیگر دراز کنیم. متحد شویم، میهن خیش را پس بگیریم، همبستگی ملی و قلبی خود را با همگرایی و هماهنگی اجرایی تکمیل کنیم. اتحاد برای آزادی، همدلی برای رهایی، همبستگی برای بازسازی. و در تحکیم این همدلی و همبستگی ملی، چه آغازی بهتر از نافرمانی مدنی سراسری برای رسوا کردن تبهکاران در دهه فجر دروغین ایشان. چرا که تا شما آگاه و تا شما بیدارید، ایران همواره زنده خواهد ماند. رضا پهلوی. تشکر میکنم سارا خانم ایرانی عزیز. تشکر. امیانم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی در تمام لس آنجلس. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. هموطنان عزیز مقیم سراسر امریکای شمالی، این ادعا نیست، حقیقت است. امتحان کنی. ارزان‌ترین نرخ تلفن تماس با تهران 5.9 سنت، شهرستان ها 7 سنت. بله، درست شنیدید. کیفیت عالی صدا، سرویس درجه 1، حتی با تلفن های دستی. اگر دوست ندارید پول اضافه بدهید، که حتما هم همینطور است، تلفن 1-800-818-2500 در اختیار شماست. آیا از این ارزان‌تر هم می‌شود؟ با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت فرادای نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گل‌های ایرانی سال‌هاست که با افتخار در خدمت شما هستم.
پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. آیا شما در ایران ملک و یا دارایی دارید؟ آیا با ایران روابط تجاری دارید؟ آیا قوانین مربوط به تحریم‌های اقتصادی را رعایت می‌کنید؟ تخصص ما در دفتر حقوقی یزدانیار در رابطه با امور اوفک و بانکداری است. با بیش از 7 سال سابقه موفق در یاری رساندن به افراد و شرکت‌ها برای تطبیق قوانین دولت آمریکا که دائماً در حال تغییر است. ما می‌توانیم شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. محصول جدید GLVs، GL Smart Box. دیگر نیازی به خرید تلویزیون هوشمند ندارید. هم‌اکنون می توانید تلویزیون خود را از طریق GL Smart Box به یک تلویزیون هوشمند تبدیل کنید. با GL Smart Box علاوه بر دسترسی آسان به تمامی برنامه‌های GLVs، می توانید از ده‌ها اپلیکیشن رایج از جمله نتفلیکس، فیسبوک، یوتیوب و کودی بهره‌مند شوید. دستگاه GL Smart Box با اشتراک نامحدود تنها به قیمت $339 و بدون هزینه ماهیانه با GL Smart Box از مشاهده 800 شبکه تلویزیونی همراه با 100 هزار ساعت آرشیو فیلم و سریال لذت ببرید. سرویس GLVs به 10 زبان رایج دنیا. GLVs، رسانه رسانه ها. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نامبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com. دکتر پدرام امینی، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دکتر پدرام امینی به عنوان مشاور شما را در امور بیزنس و ثبت شرکت ها، تنظیم قراردادهای تجاری و پیشگیری از دعاوی حقوقی پرهزینه یاری می‌دهد. تلفن 818-783-8303، دکتر پدرام امینی. پلنگ بر صخره می ایستد، قهرمان بر سکو، پرنده بر شاخسار، و تو بر بلندایی ایستاده ای که برای تماشای قیام قامتت باید سر افکنده در گریبان را بالا گرفت. برنامه رو میگیریم. همیانان ارجمندم، سپاسگزاریم از زنان ایران که کاری کردن که ما سر افکنده رو حالا دیگه بالا میگیریم، سر افکنده رو بالا میگیریم تا قیامت قامت اونها رو تماشا کنیم. گزارش سارا خانم رو شنیدید، پیام شاهزاده رضا پهلوی، حرفای کریم سجادپور رو که یکی از برجسته‌ترین تحلیلگران، همینطور مستند آقای دایی رو هم میان درباره یک نظر سنجی قلابی و به نظرم مسحک، واقعا مسحک
مرسی بسی خواهد از معنوری بپرسید از بدبختی خوشحالید همه میگن نمد و نقط هستن گفتن آری ما از اینکه بدبخت شدیم بیچاره شدیم مفلوک شدیم گدا شدیم و تکدی میکنیم خوشحالیم خرسندیم احساس خوشبختی میکنیم گزارش واقعی رو روز گذشته داده بودن درباره یو اس نیوز اند ورلد ریپورت رفته بود به 36 کشور جهان با 21,000 نفر مصاحبه کرده بود 80 کشور ببینن که وضعیت کشورها از چه قراره ما 77 بودیم غنا جلوتر از ما بود عمان جلوتر از ما بود کشوری با چند میلیون جمعیت اردن یکی از فقیرترین کشورهای دنیا که بخشش لم یزرع بیشترین جمعیتش رو پناهجویان فلسطینی تشکیل میدن از ما جلوتر بود تقریبا 10 پله از ما جلوتر بود از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی از نظر فرهنگی مصر خیلی جلوتر از ما بود دو جمهوری دومینیکن کوستاریکا یکی از کشورهای فقیر جهانه هیچی نداره سوئیس شماره یک بود هم گنارم دایی عزیز اگه اجازه بدید از این لحظه بریم به سراغ هموطنان اگه پرسش با آقای دایی دارید در میان بگذارید سخنی دارید در اینجا بگید نخه دیروز با آقای پرویز صیاد صحبت میکردم تلفنی همیانان درباره تظاهراتی که در راه اول در هر جا هر تظاهراتی به نفع مردم ایران برگزار میشه شرکت کنید هر جا هر گروهی شما رو دعوت کرد و در جهت منافع ملت ما بود بیرید شرکت بکنید با آقای صیاد صحبت میکردیم پیشنهاد صیاد اینه که یادتون باشه پرچم ملی نماده با پرچم و اگه توانستید با همین روسری های خودتون ظاهر بشید سر چوب برای ابراز همدردی مبادا از این تصویرها دشمن سوء استفاده کنه چون کردن تصویرها رو به اسم خود چه یعنی باید یک چیزهایی در صحنه باشه پرچم ایران به نظرم فوق العاده است که نشون بده شما چه جهت فکری دارید و چی میخواید من باید اون از این تصویرها استفاده بکنن در کردن این کار رو در کشورهای مختلف تلویزیونش رو گفت اینجا اینا آمدن برای حمایت و پشتیبانی از ما خب میریم ری خود تو تلفن درود بر شما بفرمایید بفرمایید قربان بفرمایید بفرمایید درود بر شما قربان. من اون هفته یه سوالی از آقای دایی کردم ایشون جواب ندادن بفرمایید چی سوالتون چی بود که این همین که آقای زرا الان جریمه باید بده زندانی شد یه کسای دیگه تو اروپا تحریما رو دور زدن برای جمهوری اسلامی آقای باراک حسین اوباما این تحریما رو شکوند با هواپیما پول فرستاد طلا فرستاد و این هیچ زندانی نداره هیچ جریمه نداره آیدایی بفرمایید عرض کنم که ببینید هموطن عزیز واقعش اینه که از نظر قانون من دفاع از آقای اوباما نمی‌کنم تو همین برنامه قبل از اینکه آقای اوباما ریاست جمهوریشون پایان بشه هر دفعه صحبت آقای اوباما بوده من انتقاداتم کردم به خصوص سر جریان سازش هستی و اون پولی که داد اما واقعش این که اون پول که بالا آمریکا که نبود که این پولی بود که پولایی که بلوکه شده بود در زمان انقلاب اینها بهره شد یعنی خودش بود 400 میلیون با بهره شد 1 میلیارد و نم چقدر اینو پس دادن جزء معامله بود اشتباه بود اشتباهش در این نبود که این پول مال اونا نبود اشتباهش این بود که چرا مفت و مجانی اونا گروگان گرفتن شما این پولا رو به اینا میدید برای گروگانگیری این کار اشتباهی بود ولی غیر قانونی نبوده در جد آمریکا همین الان امروز وال استریت نوشته که آقای ترامپ در ماه دسامبر پیشنهاد کرده بوده دولت یعنی تیم آقای ترامپ که بیاین با جمهوری اسلامی بیاین وارد مذاکرات مخفی بشین برای آزادی همین چند زندانی که در ایران هست آمریکایی‌ها برای این کارا مرسوم بود آقای ریگان هم که دیگه کل توکیک و هرچی دلش خواست به جمهوری اسلامی داد تا گروگان‌های آمریکایی در لبنان آزاد بشن غیر قانونی نیست حالا آقای ریگان یه سری قوانین هم زیر پا گذاشت که اون کارا رو کرد آقای اوباما میگه آقا من پول خودشون رو دادم اشتباهش از نظر سیاسی بود اشتباهش دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در زمانی بود که میتونست کلی امتیاز بگیره به نفع مردم ایران اومد مفت مجانی پولا رو در اختیارش اینها قرار بود اینش اشتباه نوعی هم سوال کردید شما که آقای دایی مسئول دستگیری آقای اوباما چرا این کارو نمی‌کنه این کار این مملکت دستگاه قانون گذاری داره
کمیسیون داره، سو کمیسیون داره، اینا بررسی میکنن، فلان میکنن، اف بی آی وارد مداخله میشه. اگه ایشون این کار خلاف کرده باشه، دستگاه قضایی مملکت وارد عمل میشه. یعنی آقای دایی خلاص مسئول این کار نیستن. درو در شما بفرمایید. جناب آقای میبودی سلام عرض میکنم. سلام بر جناب آقای دایی. قربان شما بفرمایید. آقای دایی سوال داشتم از حضور گرامیتون، این که مسئله رو حتما شنیدین که در فرانسه دارن برنامه ایجاد میکنن که یه بانکی نمیدونم چیه که بتونن دلار از طریق غیر دلار، یعنی وابستگی به دلار نباشه، با جمهوری اسلامی بتونن معامله کنن. اینو التفات بفرمایید، نگی آگاهی دارین روشن بفرمایید، چون واقعا ما رو برده تو فکر. اگه اینجوری باشه خب آش همان است و کاسه همان. براتون آرزو سلامتی میکنم جناب میبودی، سلام و سلامت باشین انشالله و خدا من پشت برنامه هم نونه. تشکر آیده ای بفرم. عرض کنم که درسته ایتالیا و فرانسه دنبال اینن که برای معاملاتی که با جمهوری اسلامی کمپانی های کشور خودشون میکنن یه تنی تضمین های بانکی فراهم بکنن. میزانش بسیار پایینه، اصلا ناچیزه و دردی رو از جمهوری اسلامی دوا نمیکنه. جمهوری اسلامی دنبال این که سرمایه گذارا با خیال راحت گوش میخوام برگردن ایران. خب این که حالا 1.5 میلیارد مثلا لاین آف کردیت داره، یعنی سقف اعتباری یکی از این کشورها داده 3-4 میلیارد، هم یکی دیگه که تازه پول ایرباس و پیش پرداختش میخوان از این بدن. مثلا این مثل اینه که بگیم آقا حالا عیبی نداره سیستم های بانکی چیزا، ما اتنه حواله که در ایران یکی پول بده کم یکی دیگه بگیره بتونیم مشکل حل کنیم. نه، اینا اصلا مشکلی حل نخواهد کرد، تاثیر جدی نداره. باید سیستم بانکی راحت بتونه با جمهوری اسلامی معامله بکنه. برای اینکه این کارم انجام بده 50 تا مشکله، یکی دوتا نیست، حالا فرصتش نیست برسیم. بنابراین من نمیبینم که هیچ تاثیر جدی داشته باشه. نمیدونم آقای پوتین الان 15-16 ساله تلاش میکنه بلکه بتونه یک جوری معاملات خودش رو برای نه با استفاده از ارز دلار ارز دیگه موفق نشد. همیان عزیز ارجمند اینا درود بر شما بفرمایید. درود به شما جناب مهبودی. من اینو خواستم بارها بگم، اول از اون لباس شما رو نمیدم چی انتخاب میکنه، بسیار با بسیار مناسب هستش. حیرانم از این مسئله و امیدوارم بقیه هم همه یاد بگیرن از کاری که شما میکنید، خیلی اثر میذاره. قربان شما، تشکر. سوالی داشتم، سوال من اینه که آقای دایی الان میبینید که خانمای شجاع ما با برداشتن روسری و گذاشتن اون روی چوب بشه که پرچم صدای خودشون رو در یک لحظه به دنیا رسوندن، خواستشون رو گفتن، نظر ایشون رو میخواستن در باره آزادی یواشکی. اصلا آزادی یواشکی معنا داره؟ ببینید مثلا شما یک تظاهرات بخواید بذارید، در یه تظاهرات رو در زیر زمین خانتون بذارید و در سکوت، آیا این دیگه تظاهرات میشه؟ سپاسگزارم. اگه آقا تشکر آیا ای بفهم اولا همه تنظیم این دیگه آزادی یواشکی نیست که در هر کوی و برزن و میدانی یه نفر میاد جانش رو در خطر میندازه، به زندان هم میخواد بره، رژیم رو به چالش میگیره. اگر هم شما ایرادی به گذشته داشتید که چرا اسمش یواشکیه، الان که خب اومدن تو خیابون دیگه چه مشکلی ما داریم؟ این رو شخصی نکنید. ببینید این یه بخشی از مطالبات بخشی از جامعه زنان ایرانه. با حجاب اجباری من فکر کنم 95% مردم ایران و زنان ایران با حجاب اجباری مخالفن. ممکنه نفر خودش به حجاب اعتقاد داشته باشه. خانم نرگس محمدی در زندان هم حجابم داره، میگه آقا اصلا اعتقاد داشته باشه ولی میگه آقا من با حجاب اجباری مخالفم. خب این یه بخشی از مطالبات جامعه است. یه عده اومدن رو دارن مطرح میکنن، حکومت رو به چالش گرفتن. ما میتونیم هزار تا ایراد بگیریم، میتونیم هزار تا ایراد بگیریم، بگیم چرا خانم مسیح النژاد گفته. خب آقای خانم مسیح النژاد قبلا اصلاح طلب. بابا اینا رو دیگه الان بخوام اینجوری بکنیم که دیگه کاری پیش نمیره، که در همه چیز رو باید ببندیم، که بالاخره مردم یه جنبشی راه افتاده، جنبش سراسری زنانن، کارگرانن، اقلیتان، همه هستن. هر کی یه جوری حکومت رو به چالش گرفته، اینقدر وارد این درگیری نشیم. من تردید ندارم بخشی از این دعواهایی که راه میفته جمهوری اسلامی دامن میزنه. بالاخره این بخش از جامعه زنان ایران احترام بذاریم و دفاع بکنیم. حکومت داره ضربه میخوره، حالا داره حکومت ضربه میخوره، ما اینجا بیام وظایف حکومت رو انجام بدیم، بخوام حمله بکنیم به این. اولا این مسئله شخصی نیست، مسئله زنان ایرانه.
ملک کسی نیست که بخوام ملک یه نفر بکنیم بعد به اون نفر حمله کنیم کل قضیه رو زیر علم سوال ببریم. ایشون خانم علی‌نژاد هم زحمتی در زمینه کشته، واقعا جای قدردانی داره. این یه جنبشی که راه افتاده، جنبش بسیار مهمه. من واقعا وقتی تو این فضای مجازی وقتی بعضی از این لحنها رو میبینم، بعد وقتی این برخوردها رو میبینم، قابل تأسفه. تردید نکنید این فضا رو جمهوری اسلامی هم دامن میده. حالا خودشون هم ادعای آلترناتیو نکرده، زنان هم جمهوری اسلامی به چالش گرفتن، ممکنه سقفش کوتاه‌تر از اونی که شما دوست دارید یا خیلی های دیگه، مثلا شما نیست کلا دارم بیام داشته. خب باشه، دیگران میان بخشای دیگر میکنن. هر چیزی رو در اندازه خودش، در وزن خودش، به نظر من باید قدرش رو تو این موقعیت شناخت و وارد این درگیری ها نشد. کاملا درسته، کاملا. این جنبش رنگ نداره همگران، یا تون باشه رنگین کمانه، اگه داشته باشه رنگ نمادین پرچم ما سبز و سفید و قرمزه، یا تون باشه هر جا میتونید باید از پرچم استفاده بکنید. اون جنبش سبز، جنبش سبز رنگ سبز بود، تمام شد. ما جنبش بنفش داشتیم، جنبش صورتی داشتیم، جنبش گردستان بود، جنبش اوکراین بود، کدام یه رنگی داشتن. ولی خوشبختانه برای اولین بار در تاریخ هموطنان ما، به ویژه زنان ما، ابتکاراتی به خرج دادن، ابداعاتی که در تاریخ همه ملت ها یگان است. همچین صحنه هایی شما در هیچ تاریخی نمیبینید. کاری که زنان ایران کرد، رفتن اون سکو ایستادن. یه جنبش بیرنگه. حالا یه رنگی که واقعا یعنی جنبشیست که برچسب نداره، برچسب مذهبی نداره، برچسب ایدئولوژیک نداره. اگه برچسب داره، برچسب ایران رو داره. این خیلی مهمه. خب بریم رو خط دیگری. درود بر شما، بفرمایید. سلام جناب مهبودی. سلام بر شما ارادت. دو سه تا نکته. یکی اینکه راجع به پرچم شیر خورشید که حالا بحثش جای دیگه است، البته فقط یه اشاره بله. الو رفتید؟ رفتن شنونده ما. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید قربان. شبتون بخیر آقای میبودی عزیز و همینطور آقای دایی. شب شما بخیر. بگم که بالاخره آلمان هم سکوت رو شکست امروز در میتاک باگاتسین که از ساعتهای خیلی مهم آلمانه، این از خانومای شجاع ایران گزارش داد که خیلی باعث خوشحالیه. دوم که میخواستم همونطور که شما گفتین بگم که خدمتتون عرض کنم که جنبش تمام تظاهراتی که میشه موقعی به نفع مردم ایران میشه که پرچم سرنگ شیر خورشید ایران باهاش باشه. درود بر شما و به امید پیروزی. قربان شما. آیدایی یک دقیقه دو دقیقه وقت داریم. مال شماست، بفرمایید. مال شماست، بفرمایید. عرض کنم یکی که ببینید این جریانی که جنبشی که در زنان هست، این نه ضد اسلامه، ممکن این اصلا اعتقاد نشه، واقعا من با حجاب هر نوعش مخالفم. این یک جریان ضد حجاب اجباریه. این جریان قصد توهین به کسانی که حجاب رو اعتقاد دارن ولی نمیان به دیگرانم زور بکنن نداره. نیام توهین کنیم به کسانی که حجاب ممکن داشته باشن، اعتقاد داره. این یکی. دومی که قصد من اینه، منم ممکنه سخت انتقاد به خانم علی‌نژاد یا دیگه خیلی دیگه دوست داشتم. الان موقع حرف کنید. من یه دونه دو سه بار فکر کنم یا حداقل دو بار فکر کنم با خانم علی‌نژاد اون موقعی که ایشون از اصلاح طلبا حمایت میکرد تو تلویزیون صدا آمریکا با ایشون مناظره کردم. این بود فیلمش توی یوتیوب هم بود. برداشتم اینو من پیار سال که ایشون فعال تر شده بود. برداشتم رو دیدم که این رو دارن بهانه میکنن که به این دعواها دامن بزنن. نباید دامن بزنیم. بالاخره ایشون که دیگه الان از اصلاح طلبا حمایت نمیکنه که، و این جریانی هم که در جنبش زنان مال ایشون که نیستش که. بیام واسه کنیم کلش رو به ایشون، ایشون هم سهمی داشته در راه افتادنش. ولی الان یه جنبش سراسریه، نیام اینو تقلیل بدیم، نیام این دعواها رو دامن بزنیم، به ضرر همه است. ما این فرصت تاریخی جنبش پیدا کرده، نیام با این چیزا ضربه بزنیم به جنبش مردم ایران. حکومت رو انداخت که فکر نکنید کار تا یه فازی از نافرمانی مدنی است.
بدونم اشاره کرده بودن شاهزاده، به نظرم بسیارم درست بود. سارا ایرانی عزیزم امروز روش تاکید میکرد، یک پدیده ای از نافرمانی های مددیش، یکی از عناصری است که باید این به اصطلاح این مجموعه تکانها رو شکل بده برای اینکه ما برسیم به سرمنزل مقصود. آقای خیلی لطف کردید، تشکر میکنم از شما، به شما روز بخیر میگم در کنتیکت. آقای امیر شهرتی خیلی ممنونم از شما. سارا جان، سارا ایرانی عزیز، سپاسگزار. تا دیدار. آقای همایونی نازنین، اون تو فیلماری که مشاهده کردید کار آقای همایونی، هنرمند عزیز، دوبلر نامدار، صدای درخشان. کیو مارکت، نامی برتر، مرکز فروش بهترین مواد غذایی و نامی شناخته شده در ارائه بهترین ها. کیو مارکت عرضه کننده انواع میوه های هر فصل با بهترین و برترین کیفیت. در کیو مارکت شما می توانید انواع شیرینی های مورد نظر خود، گز و سوهان و شکلات و آب نبات های گوناگون را تهیه فرمایید. مجموعی از بهترین آجیل و خشک با گوشت و مرغ حلال با بهترین کیفیت. مژده این که نانوایی کیو مارکت هر روز تازه ترین نان داغ از تنور درآمده را در اختیار شما میگذارد. تمام راه ها فقط به کیو مارکت ختم میگردد. در طول روز چند بار صورت خودت رو میشورید و با حوله خشک میکنید؟ یا مجبورید جای ککهای صورت رو با آرایش بپوشونید و باکتری ها رو در محفظه‌های پوستی زندانی کنید؟ چقدر برای دارو و وسایل آرایشی پوست صورت هزینه میکنید؟ نوبتش رسیده که یک روش جدید رو امتحان کنید. کمپانی پاورتاپ محصول جدید خود را معرفی میکند. فیس براش پاور، محصول جدید فروشگاه پاورتاپ، محصولی که تمام باکتری و ککهای صورت رو میکشه و باعث سلامت پوست شما میشه. شستشوی 10 برابر موثرتر از شستشوی دستی با آب، پاکسازی عمقی و کامل پوست و خونرسانی و اکسیژن رسانی بهتر به پوست، لای برداری ملایم هفتگی، از بین رفتن رنگ کدر پوست به علت پاکسازی موثر، از بین رفتن جوش‌های سرسیاه و زیرپوستی، جلوگیری از پیری زودرس. برای سفارش کالا عدد درج شده در تصویر به سامانه ما اسمس کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید و یا با شماره درج شده در تصویر تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید. فیس براش پاور، راز پوست زیبای من. بهاءالله فروغ و فر یزدان، پیامبری که همه پیامبران به ظهورش مژده داده اند. آیا شما به خدا معتقدید؟ آیا ممکن است خدای عاشق در این زمان پربلا ما را بدون راهنما گذارد؟
این رفتار از هیچ پدر و مادر مهربانی جایز نیست تا چه رسد به خالق ما. کتاب بهاءالله فروغ و فر یزدان به اثبات می رساند که خداوند مهربان ساکت نبوده، بلکه برای نجات ما و خوشبختی جاودانی ما دو پیامبر بزرگ فرستاده است. این کتاب هزار بار بیش از آنچه لازم است به اثبات می رساند که این دو پیامبر جز گفتار خدا سخنی نگفتند. اگر قانع نشدید کتاب را پس بفرستید و تمام وجهی را که پرداخت کرده اید پس بگیرید. رضایت خاطر شما تضمین است. به شهادت خدا سرنوشت جاودانی شما بسته به پذیرش آخرین فرستاده او بهاءالله است. آش رشته صدف تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزروتیو و کلسترول. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. محصول جدید GLVs GL Smart Box. دیگر نیازی به خرید تلویزیون هوشمند ندارید.